در آموزش قبلی با پنل اسکالپ آشنا شدیم. در این آموزش می‌خوایم در مورد پنل پینت صحبت کنیم. برای دسترسی به پنل پینت به پنل لیر می‌ریم و پینت رو انتخاب می‌کنیم. در اینجا لایه‌هایی که از قبل ایجاد شدن رو می‌بینیم. اما اگر بخوایم یک لایه جدید ایجاد کنیم، سه روش وجود داره. اولین روش می‌تونید در محیط پنل راست کلیک کنین و نیو لیر رو انتخاب کنیم. و یا اینکه با استفاده از منوی بالا نیو لیر رو انتخاب کنیم. برای سوم میتونیم بر روی آیکون نیو لیر کلیک کنیم. اگر با پنل اسکالپ آشنا باشین میبینین که ایجاد لایه جدید در پینت و اسکالپ کمی متفاوته. در پنجره نیو لیر در کادر اول میتونین نام لایه‌تون رو تایپ کنیم. در کادر بعدی میتونین رزولوشن رو انتخاب کنیم. رزولوشن 4K رزولوشن خوبی هست، اما خب ما در اینجا 2K رو انتخاب میکنیم. در کادر سیو از فرمت رو انتخاب میکنیم و در کادر بعدی انتخاب میکنیم لایه در کدوم کانال ایجاد بشه، که میبینین کانال های مختلفی وجود داره. خب من میخوام در کانال دیفیوز قرار داشته باشه، پس دیفیوز رو انتخاب میکنم و در آخر اوکی میکنم. میبینین لایه همون ایجاد شد. من نمیخوام این لایه در این پوشه قرار داشته باشه، پس به جایی که میخوام درگ میکنم. اگر در پنجره نیو لیر نام لایه‌تون رو تغییر ندادین، به راحتی میتونین با دابل کلیک کردن بر روی لایه نامش رو تغییر بدین. اگر دقت کنین میبینین که دو تا ستون در اینجا داریم، که ستون اول برای پنهان یا آشکار کردن لایه است، ستون بعدی برای قفل کردن لایه است، که اگر قفل کنیم هیچ افکتی نمیتونیم رو اون لایه انجام بدیم. اما در پنل اسکالپ یک ستون دیگه داشتیم به نام ستون L که خیلی مهم و کاربردی بود، که در پنل پینت این ستون وجود نداره. برای اینکه اصلا مهم نیست ما داریم در کدوم لول لایه ایجاد می‌کنیم. یک ستون دیگه به نام استرنت وجود داره که میتونین اوپاسیتی رو تنظیم کنین. مثلا میتونین کم کنین، زیاد کنین. خب من یک لایه دیگه ایجاد می‌کنم. اگر من میخوام این دوتا لایه رو با همدیگه ادغام کنم باید چیکار کنم؟ در پنل اسکال گفتیم زمانی که میخوایم دوتا لایه رو ادغام کنیم باید قابل رویت و هم لول باشن. خب اینجا که برای ما گفتیم لول مهم نیست، پس چی مهمه؟ در پنل پینت برامون مهمه که در یک کانال باشن. یعنی زمانی که من میخوام این دوتا لایه رو با همدیگه ادغام کنم باید هر دوتا لایه قابل رویت باشن و اینکه در یک کانال باشن. پس چون من نمیخوام بقیه لایه ها ادغام بشن، اونها رو پنهان میکنم. بر یکی از لایه هام راست کلیک میکنم و مرج وسیبل رو انتخاب میکنم. میبینین ادغام شده. خب ببینید که چقدر راحت میتونیم دوتا لایه رو ادغام کنیم. اما اگر بخوایم یک کپی از ادغام لایه ها داشته باشیم، باید چیکار کنیم؟ مثلا من میخوام از ادغام دو لایه استیل یک کپی داشته باشم، پس بقیه لایه ها رو پنهان میکنم. برای اونها راست کلیک میکنم و دوپلیکیت مرج وسیبل رو انتخاب میکنم. میبینیم که لایه‌مون به درستی ایجاد شده. خب اصلا چه نیازی بود که بخوایم این کار رو انجام بدیم؟ ببینید این عمل میتونه خیلی مهم و کاربردی باشه برای زمانهایی که شما نمیخواید دو تا لایه رو ادغام کنین، میخواین هر کدوم از لایه ها رو به طور جداگانه داشته باشین، اما خب نیاز دارین که ادغام اون لایه ها رو هم داشته باشین. در اینجا میبینیم که این لایه کار دو تا لایه پایینی رو انجام میده. اینا رو خاموش کنم. ببینین آبجکتمون هیچ تغییری پیدا نکرد، اما اگه این دو تا لایه رو روشن کنم تازه کار لایه بالایی رو انجام میده. یعنی این لایه به تنهایی داره کار دوتا لایه رو انجام میده. خب ممکنه تعداد لایه هاتون زیاد باشه و شما بخواین فقط روی یک لایه کار کنین. خب اینطوری سخته بخواین همه لایه ها رو پنهان کنین و اینکه دوباره قابل رویتشون کنین. خب مجبورم هستین که فقط با یک لایه کار کنین. برای این مسئله خیلی راه حل ساده‌ای وجود داره. از کیبورد کلید Alt رو نگه می‌داریم و بر روی لایه‌ای که می‌خوایم کار کنیم بر روی چشمی اون کلیک می‌کنیم. با این کار فقط همون لایه فعال و قابل رویته و میتونین به راحتی باهاش کار کنین. اگر نخواین از آلت و کلیک استفاده کنین، میتونین بر روی لایه راست کلیک کنین و سولو سلکت رو انتخاب کنین. اگر هم بخوایم حالت سولو رو غیر فعال کنیم،
کافیه آنسولر رو انتخاب کنیم. و یا اینکه دوباره با استفاده از کلید آلت و کلیک برای چشمی لایه اون رو از حالت سولو خارج کنیم. در اینجا من در اصل دو تا آبجکت دارم. یک آبجکت هلمنت و یک آبجکت هورن. که در این قسمت می‌بینید من به لایه‌های هلمنت دسترسی دارم. اگر بخوام به لایه‌های هورن دسترسی داشته باشم، فقط کافیه برای همون آبجکت راست کلیک کنم. می‌بینید که لایه‌های هورن نمایش داده میشه. اگر دوباره بخوام به هلمنت برگردم، کافیه روش راست کلیک کنم. پس خیلی راحت میتونم به لایه‌های هر آبجکت هم دسترسی پیدا کنم. خب در این آموزش هم با پنل پینت آشنا شدیم.